به گزارش رسانه‌های محلی، توزیع چادرهای دوجداره، غذا، پتو و دارو تا کنون نتوانسته است نیازهای فوری زلزله‌زدگان را تامین کند. مردم به بی‌توجهی مقام‌های حکومتی در امدادرسانی به شدت شکایت دارند. توزیع کمک‌ها عمدتاً به صورت فله‌ای انجام می‌شود و در شبکه‌های اجتماعی مواردی از درگیری میان مردم برای دریافت چادر گزارش شده است. ایسنا خبرگزاری دولتی گزارش داد احمد وحیدی وزیر کشور عصر یکشنبه پایان عملیات امداد و نجات در مناطق زلزله زده را اعلام کرده، در حالی که اسکان موقت مردم فوری ترین مسئله است. ایسنا می نویسد مردم از نبود اقلامی از جمله غذای گرم، چادر و پتو گلایه دارند. تصویرهایی از آتش درست کردن مردم در خیابانها برای گرم کردن خود نیز منتشر شده. مردم خوی درباره درستی گزارش‌های صدا و سیما دایر بر ارسال هزاران چادر به خوی اظهار تردید و بی‌اطلاعی می‌کنند. شماری از زلزله‌زدگان در مقابل فرمانداری شهر خوی گرد آمده و خواهان دریافت کمک‌های امدادی و چادر شدند. اما فرماندار گفته است توزیع چادر و سایر کمک‌ها ربطی به فرمانداری ندارد. بنا به گزارش‌ها پلیس ویژه برای متفرق کردن مردم از ماشین آب‌پاش استفاده کرده است. هیچ کس از مسئولین نیومده به ما سر بزنه. نیاز شدید به چادر داریم. گریه میگیره. وضعیت اینجا خیلی خرابه. فکرها خرابه. تو رو خدا به اینجا رسیدگی کنید. چادر بدید. همه نیاز دارن. بابا موندیم به حضرت عباسی. هیچ کس نیومد اینجا به ما برن رسیدگی کنه. هنوز از تو هیچ خبری نیست. مسئولین ما معلوم نیست کجاست. کجا خوابیدن؟ کجا رفتن؟ کجا جلسه گذاشتن؟ چادرها همش سیال شده. وضعیت ما خیلی خرابه. نیاز شدید داریم. چادر می‌خوایم. همه اینجا گرسنه‌ایم. در چنین شرایطی مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی از هموطنان ایرانی کمک خواسته و می‌گویند با چنین وضعی اگر زلزله هم ما را نکشد سرما و بی‌پناهی خواهد کشت. اشکان سلطانی، صدای آمریکا.